امروز در بخش حال شما با دکتر سلیمان نصاری، محقق در طب اسلام، در رابطه با ورزش از دیدگاه اسلام صحبت میکنیم و ارزش و اهمیت ورزش برای سلامتی. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین استاد. علیکم السلام، تشکر از شما همچنان. دکتر صاحب بسیار خوش آمدید. صبحتان هم بخیر. بین در رابطه با اهمیت و ارزش ورزش بر بدن میشه صحبت بکنیم. تشکر از سوال شما. من به نوبه خود سلام خدمت شما و دوستای تکنیکی بینده هایی که مکنون برنامه ما شما را مشاهده میکنه. امیدوار هستم که همه سعادت خوب برخوردار باشند. واقعا امروز یک انتخاب بسیار خوب ورزش هست. ورزش که 7 میلیارد انسان در روی زمین هست، 3.5 میلیارد انسان علاقمند و بیننده داره. ورزش، خود تعریف ورزش، امروز علما قسمی میگن که حرکات های متکرر و منظم که به خاطر نشاط و خوبی جسم انسان او را انجام میده ورزش نامیده میشه. امروز یافته های جدید طبی هم نشان میده که ورزش بر بدن انسان بسیار مؤثر است. بله، ما همیشه شنیدیم که میگن که حتی کسایی که بعضی بیماری های مشخصی دارن باید ورزش کنن و ورزش میتونه جلوگیری کنه از بیماریشان. 100% همین قسمه که ورزش میتونه قلب انسان قوی بسازه. بله. حتی امروز در تحقیقات نشان میده که از سکته قلبی جلوگیری میکنه. کسایی که فشار بلند دارن، خود اینمی وقتی که ما در حالت نرمال حرکت میکنیم 7 لیتر خون قلب انسان پمپ میکنه. و در حالت ورزش این به 35 لیتر میرسه، یعنی 5 مرتبه زیادتر میشه و این خودش باعث توسعه رگ ها میشه. وقتی که رگ ها توسعه پیدا کرد، کلان شد، فشار پایان میشه. یعنی کسایی که فشار بلند دارن یک نوع میتونن که توسط ورزش خود تداوی کنن. و دیگه مرضی که بسیار در تواوت زیاد هستک و شاد زیاد دیدام میشه، کلسترول هست، بالا بودن کلسترول، تریگلیسید هستک، یعنی قسمی که ما شما یک چای جوش جوش میتیم داخل از این منگ میگیره، داخل رگای وجود انسان هم تو شکل منگ میگیره. این باز باعث از این میشه بندش رگ به وجود میاد یا خود نخواسته از یک امبولی جور میشه که شوت میشه، باعث سکته قلبی و دماغی بیا میشه. حتی به این بسیار مؤثر از کسایی که رژیم غذایی خود کنترل کنن و آب بنوشن و ورزش منظم داشته باشن، فوق العاده میزان کلسترول، میزان تریگلیسید در بدنشان مؤثر میسازه، یعنی یک رنگ میسازه. و دیگه یک مرض بسیار چی است به نام وین وریکوسیس. یعنی پایای انسان هست، ما یک شریان داریم، یک ورید داریم که شریان خون میرسونه، ورید خون پس انتقال میده به قلب. این ورید داخلش وال داره، چون که از پایان وقتی خون پمپ میشه نمیمونه که دوباره پس بره تا به قلب دوباره برسه، این سیستم دوران خون ادامه داشته باشه. همین ورید ها یگان دفعه باز میشن، والایش کلان میشه، این وین وریکوسیس میگن که خود سپورت میتونه فوق العاده ای رول داره و خصوصا حرکت هایی که در پای انجام میده بر دو مؤثر هست. و امروز نشان داده در افسردگی بسیار کمک میکنه. یعنی شما ببینین همیان دمی وقتا مسابقه فوتبال هست به نام لیگ برتر که فعلا جریان داره، این یک نفر در فضای کار هست بسیار خسته هست که میره در محیط سبز می فوتبال میبینه، اون مو دغدغه های غم و جگرخونی یا کلش دور میشه، این روانش حرام میشه، افسردگیش کم میشه که حتی میتونه به افسردگی مؤثر باشه. و ایتیاد که امروز جوانای ما دچار مواد مخدر هستند، خود افرازات هورمون به نام دوپامین در دماغ باعث خوشی و نشاط انسان میشه. اگر اینمی دوپامین ضرورت را به وجود بار میاره که انسان میره معتاد میشه، ایتیاد میشه و اون وابستگی برش ایجاد میکنه که به اون چیز تمایل داشته باشه. خود ورزش میتونه این را در اون بخشم کمک کنه. و یک مرض در سندای پیری هست به نام الزایمر که حافظه انسان ضعیف میشه، حتی با محیط، با مردم ارتباطاتش قطع میشه، کنترل از پیشش میره. این میگن کسایی که سپورت میکنه در این بسیار فوق العاده کمک میکنه، انسان نجات میده. و دیگه هورمون اندورفین که باعث خوشی انسان میشه، این انسان خوش نگاه میکنه. کسایی که ورزش میکنه در وجودشان این خارج میشه. و یک چیزی بسیار مهمه که من سر از این تحقیق میکردم است، کسایی که ورزش میکنن نظر به کسایی که ورزش نمیکنن 15 سال سنشون تفاوت داره. به چی معنا؟ مرد 45 سالی ورزشکار رو ببینید شما قضاوت میکنید 30 ساله هست، مرد ورزشکار 50 ساله رو ببینید شما قضاوت میکنید 35 ساله هست. یعنی 15 سال سن جوانتر، خوبتر و بشاشتر نشان میده. دکتر صاحب تاکید بیشتر، ببخشید مریم عزیز، تاکید بیشتر برای وحدت، همدیگر پذیری. همیشه ما صحبت میکنیم که ورزش میتونه که وحدت و همدیگر پذیری را بین اقوام مختلف بیاره، که از او جمله برگزاری لیگ هاستن، مثل لیگ برتری که همیال جوریان داره. دیدگاه اسلام نسبت به ورزش و ورزشکار چی هست؟ میشه در این رابطه هم صحبت بکنیم و از وحدت هم میشه صحبت بکنیم. ببینید اسلام عزیز
همه قسمی که سر روح ما، سر روان ما، سر منویت ما فکر کرده، بالای جسم انسان هم فکر کرده. اگر خدا نخواسته جسم سالم نباشه، انسان نمیتونه عبادت درست کنه. و جسم هست که روان کمک میکنه، روح انسان کمک میکنه که آرام میباشه. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وقتش میگفته که المؤمن القوی احب خیر من المؤمن الضعیف، مؤمن قوی بهتر است، محبوب تر است از مؤمنی که ضعیف هستک. یعنی ترجیح میده. و حتی در یک از حدیثایش که من مطالعه کردم چقدر زیبا تشریح کرده برای انسان، میگه در دنیا سه چیز بالایتان حق داره، سه چیز بالایتان حق داره: حق خداوند، حق فامیل والدین، حق جسمتان. حق خداوند چی است؟ چرا روزه میگیرین؟ چرا نماز میخوانین؟ چرا زکات میدیم؟ حق است که خدا بر ما مانده. نفقه فامیل فرض هست، باید کار کنیم، پول حلال پیدا کنیم، کمکش کنیم. تمام اینمی انسان در مصرف است. خی حق جسم چی است؟ علما آل حق جسم میگن که هدف از پیغمبر ورزش بوده. چرا که جسم انسان او وقت سالم میباشه که ورزش کنه و ورزش درست انجام بده. بنابراین این چیز بسیار کمک کننده هست. و حتی یک نقطه بسیار مهمی است ایمال جان، که اخلاق سپورتی بسیار مهم است. والله که ما یک سپورتمن داشته باشیم که اخلاق نداشته باشه، هر چیز با مقامات بسیار بالا داشته باشه و کمرمندای طلایی داشته باشه، مدالای طلایی داشته باشه، موثر نیست. یعنی در ورزش که وقتی ما در افغانستان و در دیگر مملکت ها مطالعه کردیم، سه چیز اسلام میگه در نظر باید داشته باشه یک ورزشکار: اول تکبر نکنه. دی یک مقام میرسن، کمک معرفی میشن، کمک در رسانه‌ها تشریح میشه، دیگه با صاحبی بینی کارای میکنن که بعضی وقت آدم جگر خود میشه که نباید چنین کار کنه. دیگه موضوع خشونت بسیار در نظر بگیرن. اکثرا در مسابقه شما ببینید، یک مسابقه ارجنتین با پرو یک مملکت بوده که در لیما 318 نفر کشته شد. اکثرا احساسات افرازات هورمونی اینیاش باید کنترل شوه که منجر به کدام واقعی کلان صورت نگیره. و نقطه مهمی است که کینه‌ورز نباشند. اکثرا در ورزشکارا ما دیدیم، ببینید پیشتر دوست ما هم صحبت کل رقابت بدن به رفاقت تبدیل کنن. اینا ببینید بعضی وقت که برنامه خلاص میشه، هوادارای هزیان خشن است، هوادارای ازوام خشن است، این به یک کینه و به یک ضد حتی ایره به سمت تشریح میکنن. فلانی از فلانی قوم است که فلانی پرتش درگیر شوان، بازو رو ترجیح بده او پشت از دوست تا شو. یعنی ببینید اینی چیزا آدم ضعیف میسازه که اخلاق اسلامی ایره اجاب نمیکنه. این اخلاق اسلامی باید یک ورزشکار ما اول تکبر نداشته باشه، خشونت در نظر بگیره و خدا نخواسته کدام کینه و بغض حسادت داشته باشه. یک رقابت است. حتی بعضی وقتا ایره اسلام اجازه تا که جور آمد میکنن. میبینین یک برنامه کلان جور میکنن، او میگه بنفمتر شو، تو بنفمتر شو، باز هم حسنیت هست بین میبرن. کینی نزاکت های اسلامی هست که در نظر داشته باشن. و نقطه دیگری که شما گفتین در رابطه با همدلی، وقتی که ورزش 30 میلیارد، یعنی از 60% بالا جهان برزی علاقمند است میبینه و یک بازار خوب اقتصادی هست، اجتماعی هست، کمک میکنه. و در افغانستان بر ما نشان داده که اگر برد کرکت رشد میکنه، اگر بخش فوتبال ما رشد میکنه، اگر دیگه بخش های یو اف سی ما هست که چقدر موثر است، اینی جهان هم بسیار نزدیک میسازه. چند وقت پیش ما در سایت بسیار علاقمند بودم مسابقه حبیب ببینم. حبیب نامش است، چون روزها او را خیم حبیب میگن. چقدر این مسابقه جالب بود با اونمو جانب مقابله که از اخلاق سپورتی خوب برخوردار نبود. حتی مردمای غیر مسلمان او را انتقاد میکردن، میفتین آدم خوب نیستک. و حبیب با اونمو ظرافت و اخلاق انسانیت خود، اینه چقدر جهان تانستن که اینمی مسابقه حتی به سطح رئیس جمهورا اینا تقدیر شدن و چقدر آید کردن. اگر افغانستان بتونه یگانه رای بیرون رفت از تعصب و مشکلات و ایجاد همدلی، اینمی برنامه های ورزش هست که یکی دیگه برتر میتونه باشه. سلامت باشین، لطف کردین از اینکه امروز تشریف آوردین. میریم با دیدن خبرهای ساعت 8.